سلام سلام به همه رفیقای عزیزم، چطور میتونید؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. عصر جمعه رو امیدوارم که غم انگیز نگذرونده باشین. تا الان هنوزم غروب نشده، تا بذارم ویدیو رو دیگه غروب شده. امروز یه ریویو داریم، یک آهنگ نوستالژیک. دیگه تایتل رو دیدین، تیتر رو دیدین. آهنگ جای ما از پیشرو، ساتراپ، علیوج و آرشام. همینا بود دیگه، چهار نفر بودن فکر کنم دیگه. کسی که دیگه اهل رپه و چندین ساله داره ترک گوش میده و این کار است، این آهنگ رو باید هزاران بار شنیده باشه. من که اینطوری هم شما رو نمیدونم. آهنگ بسیار باحال، خوش انرژی و اصلا توپ. گفتیم یه ریویو باحال نوستالژی بریم و ببینیم که داستان از چه قراره. من خیلی وقت گوش ندادم این آهنگ رو، نمیدونم یه سال، دو سال، سه سال، چهار سال، نمیدونم، خیلی وقت گوش ندادم. گفتم برای اولین بار بازم گوش کنم بعد از این چند وقت. اولین بار که نه، بعد از این چند سال یه لذت ببریم دوره هم. کسایی هم که اهل رپن و از قدیم بودن و 4-5 سال نیست اومدن، چرا خودی هم میارن بعضیا داشتن 10-15 سال این کارن، اونا هم لذتی ببرن. اونا که نشیدن بهش تمام حالشو ببرن. یک دو لتس گو. اون موقع متحد اتحاد، اون موقع اتحاد بود در حد بنز، خیلی نول بود. سامه میدونم خیلی هاتون نمیفهمی کورس داره چی میگه، مخصوصا که از اینجا داره میشتم این ترکو. آرشام دیگه نیست فکر کنم. آه، کسی از آرشام خبر داره؟ میخونه نمیخونه؟ فکر نکنم میخونه، نمیدونم. آهنگ خفشوشو یادتونه، سال 89 اومد، باحال بود، کلا رپر خوبی بود، دوستش داشتم. تو دنبال پی سوزن تو انبار کاهی، سرمایه داری اما تو به سرمایه داری، اما تو به سرمایه داری، سرمایه پاریس، سرمایه پاریس، گفته پاس خودش فقط خیلی مفهوم و اثبات خاصی تحکیم نداره ورسش. اون موقع هم آدم پولدارا بد بودن، لیموزین داشتن. الله بک. الان کی بود؟ الان ساعت پاک بود نه خوش اوکی. علی اوجه خود کشی میخواد عمر این سازا به بعدی پیش رو ورس پیش رو اولین بار من توی یه فریستایل دیدم، یه فریستایلی که شب نمیدونم حالا مسپس بودن چیز زده بودن نمیدونم، شب فکرم تو شماله تو سایت رپفا بود یا شو رپفا گفت ازشون، اولین بار اونجا ورسش شنیدم، بعد خود ترکش شنیدم. کجا بودین اون موقع ما اینا رو گوش میدادیم؟ میدید زدبار کوکولیا. آها، علی دایی اون موقع چیز بهش میگفتن مفخوری زیاد میکنه دیگه. ببین خیرون مدالی زرد ساتا اون موقع خیلی استایلش چیز بود، استایلش واقعا خوب بود نسبت خیلی همه، یعنی اون موقع واقعا توی این برابرش بعد پیشو به نظرم ساتا یه جور دیگه ای بود. یه مصاحبه هم که قبلا با هم داشتیم بعضی دیدن تصویری بوده. دوریو
کلاً سارت آف اون موقع خیلی چیز بود دیگه، یکم معناگراتر بود نسبت بقیه، یعنی یکم هنری تر بود، با بیداد فیت زیاد میداد و اینا، یکم سبکش متفاوت بود، ولی وقتی گنگ میشد گنگ بود قشنگا. درستش خیلی خوبه رضا اینجا، خیلی خوبه. اگه نشید جنگ با ایران، خیلی لحناشون بال بود، جنگ با ایران. هنو از دراتون، هنو از رو لا دراتون سرما میاد، یعنی انقدر پول ندارین که خونتون لای دراتون رو درست کنی. خونهای کوچی معنیشو دراریم، یعنی چی؟ آها، تو نقاشیم ابراز سیاد مثل گربه اشرافی، شاید منظورش گربه سیاه با، آها اگه اینه اوکی، گربه سیاه بارو نمیاد خب اوکی حل. اپل اپل نبود که بالاخره دیگه کنسرت هم گذاشت رو بیده پشن خریدن. فکر کنم بیت اینم ساتاب داره احتمالا. حاله عکس رو نگاه، عکس رو ببین، یس چه حالی داد بعد از مدت ها. ببین تو این عکسه کیه؟ کیان، پیشرو و ساتراپ و اوج و بیداد و اشراق و هفت خط، اون هفت خط و اون کیه؟ دو تا آخر یا کیان نمیدونم چیزی دیده میشه. چرا حالا، چرا حالا بعد از مدت ها گوش کنیم اونم با ریاکشن، یه حال دیگه ای داره. چسبید دیگه بچه ها، دیگه تمام کارشون دیگه، دیگه همیشه آدم روش میکنه، فازش با خیلی عوض میشه، قرار نیست همه تا آخر اون با هم باشن، ولی همینی هم که بودن لذت بردیم، همیشون میگم حالا یه ها دیدی بعدها ها یه روزی یه همکاری یه چیزی صورت گرفت دیگه. چسبید، یاد خاطرات زنده شد. اگر دوست داشتین از این دست کارا بریم دنبال ریاکشن ها و ریویو های ترک های قدیمی اینطوری با حس، پیشنهاد بدین سینگل اگه تو یوتیوب یا اینستاگرامین، اگر اینستاگرام بیان یوتیوب لینک بیو، اگه یوتیوب بیان اینستاگرام اینجا فالو بکنید و بیشتر با هم باشیم. نزدیک 1000 تایم دیگه، 900 خورده ایم، نزدیک 1000 تا داریم میشیم بعد از 3 ماه تقریبا فعالیت. خوبه خدا رو شکر، شاکریم، دمتون گرم، دمتون گرم، حمایت کردین. ویدیو هم دوست داشتین واسه بقیه بفرستید. مخلصین، فعلا خدا.